به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه کلیسا و شما پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. سلام بر شنوندگان عزیز، حالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامت که هستید؟ مطمئنم که بسیاری از شما با اشتیاق منتظر شنیدن برنامه امروز هستید. اشتیاق برای بودن در حضور خدا حالتی است که در مردان خدا و انبیا بود. آنها همیشه می‌خواستند به حضور خدا بروند و اونجا از حضور او لذت ببرند. در کلام خدا آمده است: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. اگر چنین تشنگی برای آمدن در خانه خدا دارید، مطمئن باشید که از حضور او دست خالی بیرون نخواهید رفت و برکت و رحمت خدا همیشه به دنبال شما خواهد بود. بیایید با این تشنگی به سرودی روحانی توجه کنیم و خود رو آماده ملاقات با خدا نماییم. عیسای خداوند در حضورت هستیم، بهر ملاقات آمدیم، میخواهیم دائم ما با تو بمانیم، از حضورت سیراب شویم. مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را، مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را. با امید آمدیم، با ایمان پذیریم محبت سماوی را، تشنه‌ایم تشنه حضور عیسی، سیراب کن روح و جان ما. مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را، مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را. ملاقات نشویم، نرویم نرویم، در حضور تو میمانیم، میخواییم عیسی در ما تقدیس شوی، خودت را ظاهر نمایی. مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را، مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را، همه وجود ما را، همه وجود ما را، همه وجود ما را. آیا تا به حال از خدا پرسیدید که چرا من به دنیا اومدم؟ چرا مرا خلق کردی؟ چرا مرا اینجا گذاشتی؟ و منظور همه اینها چیست؟ آیا براتون اتفاق افتاده که اینطور با خدا صحبت کنید؟ چنین مکالمه ای رو اسقف دهقانی به صورت شعر در کتاب رنج الهی خود نوشته. منظور از خلقت عنوان این شعر است که همکارمون رو براتون خواهند خواند. لطفاً توجه کنید. خدایا
از اینجا کجا می رویم؟ چرا آمدیم و چرا می رویم؟ چه منظور باشد تو را از حیات؟ چه رازی نهفته است در کائنات؟ تو را آفریدم محبت کنم که سرچشمه مهربانی منم. تو از خودسری روی گردان شدی، محبت نکردی و حیران شدی. من اندر شدم در لباس بشر که گیرم تو را بار دیگر ببر. ولیکن ره وصل آسان نبود، پر از سختی و حزن و غم می نمود. بشر آنچنان خیر سر گشته بود، ز من دور و مهجور و برگشته بود، که در شخص عیسی خدا را ندید، به بیت المقدس به دارش کشید. چه او مرد و بر مرگ پیروز شد، شب تار نومیدی چون روز شد. از این جان نساری جهان رسته است، ره رستن از قلب بشکسته است. کسانی که زین راه آیند پیش، نه از روی اجبار با میل خیش، همیشه به هر جای نزد منند، چو طفلی در آغوش من دم زنند. مرا مقصد از خلقتی نست و بس، که با هم بمانیم در هر نفس. تو در من بمانی و من در تو، چون دلی که روان اندران است خون. کسانی که با من چنین زنده اند، مرا آسمانی پدر خوانده اند. همه اهل یک خانه تا جاودان، روان سوی مقصد چو یک کاروان. خدایا نپرسم کجا می رویم، چرا آمدیم و چرا می رویم. فقط خواهم از دل که بینم تو را، شوم آن تو رهبری کن مرا. فقط خواهم از دل که بینم تو را، شوم آن تو رهبری کن مرا. خانه قلب من امروز در حضورت گشت ویران. معمار قلب من تویی، خشتت محبت و ایمان. خانه قلب من امروز در حضورت گشت ویران. معمار قلب من تویی، خشتت محبت و ایمان. خدا بنده پر از رحمت، خدا بنده پر محبت، ساختی همه جهان را با کلامت پر از حکمت. خدا
سلامت گفته است انسان، که توی خالق انسان، محبت و نور تو هستی فراتر از فکر انسان. سلامت گفته است انسان، که توی خالق انسان، محبت و نور تو هستی فراتر از فکر انسان. هم جره های قلب من پر از گرد و خاک امروز، نمیخوام مهمان تو باشی، صاحب خانه ای تو امروز. بشوی با خون خود همه یه جان و وجودم، تا شود نورت نمایان از همه یه تارو بودم. بشوی با خون خود همه یه جان و وجودم، تا شود نورت نمایان از همه یه تارو بودم، از همه یه تارو بودم. دوستان عزیز، وقت اون رسیده تا از کلام خدا بشنویم. جناب کشیش یوحنا الان در استودیو هستند و پیامی از کتاب مقدس آماده کردند با نام نجات از گناه موروثی نیست. بیایید با هم به ایشان گوش کنیم. در انجیل یوحنا باب نهم می‌خوانیم که روزی عیسی مسیح با شاگردانش می‌رفت و در راه کور مادرزادی را دیدند. شاگردانش از او سوال کرده گفتند: ای استاد، گناه که کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد که گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. سپس آب دهان بر زمین انداخته، از آب گل ساخت و به چشمان کور مالید و به دو گفت: برو در حوض سیلوها که به معنی مرسل است بشوی. پس رفته شست و بینا شده برگشت. اما عیسی از آنجا رفته بود. حال آنانی که قبلاً این کور را دیده بودند، معجزه انجام شده را باور نمی کردند. پس برای صحت و سقم قضیه او را نزد رؤسای کهنه بردند. بعد از بحث طولانی با آنها، او را گفتند: تو به کلی با گناه متولد شده ای، آیا تو ما را تعلیم می دهی؟ پس او را به عنوان مرتد بیرون راندند. عیسی وی را جسته گفت: آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ او در جواب گفت: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی فرمود: آن که با تو تکلم می کند همان است. گفت: ای خداوند، ایمان آوردم. پس او را پرستش نمود. آنگاه عیسی گفت: من در این جهان به جهت داوری آمدم تا کوران بینا و بینایان کور شوند. از فرمایشات عیسی می فهمیم که نابینایی این شخص جزء بیماری های ارثی نبوده است. البته به طور کل امراض یکی از نتایج گناه می باشند، ولی هر بیماری را نباید به گناه خاصی نسبت دهیم. چون گناه ارثی است، پس نتایج آن نیز موروثی می باشد. پولس رسول می نویسد: وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. عیسی مسیح گناه را یک مسئله ذاتی می داند، چون که در جایی می فرماید: تا انسان از سر نو مولود نشود، نمی تواند از گناه آزاد شده و حیات جاودانی داشته باشد. کسانی که می خواهند با انجام دادن شریعت الهی به آزادی از گناهان برسند، مثل این شخص نابینا، همیشه در ابهامات
و تاریکی روحانی زندگی می کنند. آنها با خدای خود مشارکت نزدیک و شیرین ندارند. دوری پروردگار باعث ترس و وحشت روحی می شود و به این اکتفا می کنند که خدا را می شناسند و صاحب شریعت موروثی می باشند. مسیح فرمود اگر پسر یعنی خود عیسی مسیح شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود و اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید زیرا که من از جانب خدا آمدم. همان گونه که شخص نابینا قادر به دیدن زیبایی ها نیست، همچنین فرد مذهبی نیز نمی تواند جلال و شکوه عظمت فیض نجات بخش عیسی مسیح را ببیند. پولس رسول که قبلاً در مذهب یهود بود ولی بعداً به عیسی مسیح ایمان آورد چنین می‌نویسد: اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود بلکه با ایمان به عیسی مسیح ما هم به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. شخص نابینا صداها را تشخیص می دهد اما صورتها را هرگز نمی بیند. همچنین است کسی که سعی می کند با اعمال شریعت به حضور خدای حی بیاید. او احکام الهی را خوب می داند اما مکاشفه کلام خدا را ندارد و نمی داند. کلام خدا به یهودیانی که دارای مذهب بودند میگوید ذهن ایشان غلیظ شد زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است و کشف نشده است زیرا که فقط در مسیح باطل میگردند بلکه تا امروز وقتی که موسی را میخوانند نقاب بر دل ایشان برقرار میماند لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند، نقاب برداشته می شود. وقتی که از مسیح سوال شد، آیا ما نیز کور هستیم؟ عیسی جواب داده فرمود، اگر کور می بودید، گناهی نمی داشتید. ولیکن الان می گویید بینا هستیم، پس گناه شما می ماند. اگر فقط به قرائت کلام خدا قانع باشیم، کافی نمی باشد. چون حرف می کشد، ولی روح زنده می کند. پس می بایستی عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم تا صورت خدا در ما نقش ببندد. کلام خدا نیز می فرماید شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می گردد از خود بیرون کنید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. کسی که سعی دارد امور الهی را با دلایل انسانی بفهمد او مثل شخص نابینایی است که همه چیز را با لمس کردن درک می کند. پولس رسول که خود دانشمند بود می نویسد لکن حکمتی بیان می کنیم نزد کاملین اما حکمتی که از این عالم نیست نه از رؤسای این عالم که زائل می گردد بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست زیرا اگر می دانستند عیسی خداوند جلال را مصلوب نمی کردند لیکن ما روح جهان را نیافته ایم بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم که آنها را نیز بیان می کنیم. نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بلکه به آنچه روح القدس می آموزد. در این واقعه می بینیم هنگامی که گل به چشمان نابینا مالیده شده بود نمی توانست ببیند اما به محض اینکه اطاعت کرده رفت و با آب حوض چشمانش را شست شفا یافته بینا شد. حال به همین منوال خداوند خدا داروی بینایی را که خود عیسی مسیح است برای همه ظاهر کرده. منتها هر کسی که با فروتنی به حضور مسیح بیاید تا پاک شود می تواند شفا یافته و ببیند.
شخص نابینایی که عیسی مسیح او را شفا داد فقیر بود و با گدایی امرار معاش می نمود. بلی، کسی که بخواهد با اعمال نیک خود خدا را راضی کند از نعمتها و برکات عیسی مسیح محروم می شود. کلام خدا می گوید از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که با آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح. و در جای دیگر می گوید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. عیسی مسیح به شاگردانش فرمود شما دوست من هستید و دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا که بنده آن چه آقایش می کند نمی داند، لیکن شما را دوست خواندم زیرا که هر چه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. در اینجا منظور از کلمه بنده همان افرادی هستند که دارای شریعت می باشند. و بالاخره وقتی که شخص شفا یافته را بیرون راندند، عیسی مسیح او را یافته پرسید آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ او جواب داده گفت بلی ای خداوند ایمان دارم و او را پرستش نمود. در واقع مسیح چون او را امین دید چشمان دلش را گشود تا ناجی خودش را ببیند و بشناسد. نجات یافتن از گناهان یک امر شخصی است نه موروثی. کلام خدا می‌فرماید او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه تولدی را که خدا به ایشان عطا فرمود. دوست گرامی، اگر می خواهید تولد روحانی داشته باشید چنین دعا کنید: ای خدای یکتا، سپاسگزارم که عیسی را به این جهان فرستادی تا به من فقیر و نابینا شفا عطا کند. ای عیسی مسیح بیا به قلبم و چشمان دلم را روشن کن تا تو را بشناسم و از گناهان آزاد شوم، زیرا به نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. بله دوست عزیز، عیسی مسیح قادر و حاضر است تا شما را امروز بینایی بخشد، تا واقعیت‌های روحانی را ببینید و جلال او را مشاهده کنید و قلب و زندگی خود را به عیسی سپردید. مطمئن باشید که از این به بعد دنیا را با نگاهی دیگه خواهید دید. برای ادامه راهی که شروع کردید یا برای جواب به سوالات روحانی شما، من و همکارانم آماده هستیم تا شما را راهنمایی کنیم. لطفاً برای ما ایمیل و نامه بفرستید و توجه داشته باشید که آدرس پستی ما برای برنامه‌های موج متوسط در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. آدرس ما از هلند به فرانسه انتقال پیدا خواهد کرد. همکارانم آماده هستند تا آخرین سرود برنامه امروز رو براتون پخش کنند. من شما رو به خداوند میسپارم و توجهتون رو به شنیدن این سرود جلب میکنم. موفق و پیروز باشید. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما میتوانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار میکنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.
صخره نجات خیر از خدای ما کیست خدا خیر از خدا اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianworldradio.com دنبال کنید.